اجلاس شورای ملی مقاومت ایران در 42 سالگرد تأسیس شورا. آقای اسماعیل زاده بفرمایید. با درود به فرمانده افشین و تمامی شهدای راه آزادی، به ویژه شهدای قیام‌های اخیر و افرادی که و نونهالانی که همین روزها میشنویم که شهید میشن بر اثر گلولایی که در قیام بهشون وارد شده. واقعا چی بگی آدم در این دنیا که بیش از 70 کودک شهید شده. خانم رجبی، تقدیر از شما. من تقدیر رو به کار میبرم به جای سپاس. تقدیر میکنم از شما و همه دستاندرکاران برای این کهکشان بزرگ. با تمام موانعی که بر سر راه بود واقعا برگزار شد و کمتر از 24 ساعت همونطور که میدونیم در میدان مرکزی پاریس اون تظاهرات 10,000 نفری رو داشتیم و من میدونم که بسیاری از اتوبوس ها کنسل شدن در سوئد به خاطر همین مسائل داشتیم و همینطور 3 روز کنفرانس در اینجا واقعا و 500 تا مهمان از جاهای مختلف حضوری و آنلاین، واقعا که جای تبریک داریم. پیروزی بزرگ این کهکشان یک ضربه ای هم بود به رژیم و مماشات هر دو، که مقاومت وقتی اراده میکنه سقف اونجایی که مهم ارادش هست و این اراده همیشه بوده در مسعود شما و همه مقاومت، سقفی که زده میشه فقط بر رفت دنبال انجامش به هر طریق ممکن و همونطور که میگیم میتوان و باید که این کار رو انجام داد واقعا. اما چرا اینطور بود؟ چه رژیم به دست افتاده بود؟ یه مرتبه برای اینکه بر اثر معضلات اجتماعی قیام، انقلابی که پیش اومد و ضربات کاری کانون‌های شورشی، به ویژه که می‌دید که داره هدایت میشه، خودش رو تو لبه پرتگاه سرنگونی می‌دید و راه نجاتش رو در این می‌دید که بیاد و بیاد به این حکومت ننگین و جنایتکارانش چند سبایی ادامه بده، این بود که بیاد با تاراج اموال مردم دست به دامان مماشات بشه، خم بشه و رذیلانه و ذلیلانه بیاد پیش مماشاتگران و طبیعه که مقابلش کیه؟ مقاومت. مقابلش کیه؟ مجاهد، شورا در تمام جاها و به ویژه در آلبانی و پاریس. البته باید رژیم بدونه که این مثل تنفس مصنوعی واسش میتونه باشه که خودش در حال خفگیست، رژیمی که در حال خفگی این واسش نقش تنفس مصنوعی رو فقط میتونه داشته باشه و نه بیش. مقاومت ایران، مجاهدین و شورا بعد از پس زدن موانع همواره اینطوری بوده که یک فراز بالاتر و با شعله فروزانتر ضربات خودشون رو وارد میکنن به رژیم و تا سرنگونی ادامه پیدا میکنه. بعد به رژیم گفت پس منتظر قیام های گسترده تر و بزرگتر و ضربه های کاری کانون های شورشی بود. مماشاتگران هم البته منتظر باشن همونطور که هست دوباره درگیر این گروگانگیری و تروریسم بیشتر و تسلیحات مخربش و الاخر باشن، اونم به خودشون مربوط میشه. من امروز دوستان خیلی صحبت کردن از همه مواره، من به 2 مورد مهم که مجاهدین و شورا در عنوان انجام وظیفه برای مردم و میهن انجام دادن در راه سرنگونی که کمتر این وجهش روش تاکید شده، من برجسته کنم و با مردم و به ویژه جوانا در میون بگذارم. اونم یکی اینه که جنگ اتمی یعنی تسلیحات اتمی رژیم رو افشا کرد. اگر افشا نمی شد حتما که رژیم دنیا یه موقعی با بمب
ساخته رژیم روبرو می شد و تبعاتش این بود که بازخواهی بیشتر رژیم، سرکوب بیشتر در داخل، احتمال یک تحمیل یک جنگ به مردممون رو می تونست در پی داشته باشه. پس این یکی از خدمات بزرگی است که مجاهدین انجام دادن در این راه. مورد دوم مسئله جنگ، یعنی گل گرفتن تنور جنگ خانمانسوز ضد میهنی رژیم، جنگ خمینی خواسته که از روز اول که خمینی اومد وارد ایران شد از همون موقع این رو در مخیلش داشت، صدور ارتجاع، تقویت قدرت خودش در بیرون از مرزها و به ویژه عراق. و این رو برای چی این در مخیل خودش داشت؟ چون میدونست که آخر سر مجبور میشه، روبرو میشه با آزادی خواهان، مردم آزادی میخوان. این سرکوب، یعنی این خودش به عنوان سرکوبی برای آزادی مردم و آزادی خواهی به کار گرفته شد. اما یه نکته رو من میخوام برای اولین بار اینجا خدمت شما عرض کنم که احتمالاً کمتر دوستان بدونن، این اسنادش موجود. سرلشکرهای شاه در عراق، اینو نباید فراموش کرد، خمینی جنگ میخواست، سرلشکرهای شاه و نخست وزیر آخرش مشوق عراق بودن برای حمله، برای حمله به ایران. و ایادی شاه و بچه شاه وارث قسم خورده تخت و تاج سلطنت هم همواره از جنگ ضد میهنی دفاع کرده وقتی که خارج از مرز بودن همش، و اونا رو به عنوان نیروهای ملی و نیروهای فداکار پاسدارا رو به حساب برده و از رژیم حمایت کردن، این وش سلطنت در این رابطه. و برعکس به شیطان سازی در رابطه با مجاهدین و مقاومت پرداختن و خواستن اون چیزی که در رابطه با جنگ برادر عزیزم مسعود، بعد از اون که یه سرباز عراقی دید تو ایران طرح صلح، مسئول شورا طرح صلح رو امضا کرد که تمام منافع مربوط به مردم ایران رو در بر می گرفت، از جمله غرامت و تعیین اگه بشه نرسه به دادگاه صالحه و مهم به لحاظ مرزی هم قرارداد 1975 الجزایر. کمتر کسی از اینا صحبت میکنه. سانسور، اون سانسور یک سره که هست که اصلا به اینا نمیخواد بپردازه، برعکسش عمل میکنه. بنابراین واقعا جعل تاریخ رو من میخوام که واقعا این جوانان برن بیشتر ببینن که چجوری دارن تحریف میکنن، جعل میکنن جایی که خدمت هست، فداکاری هست با عکسش. بنابراین این دو نکته بود که من میخواستم به عرض برسونم. اما یه نکته دیگه به مماشاتگران میخواستم بگم، الان 28 مرداد نیست، الان اون سال نیست، چون اون موقع مصدق تنها بود یا دورارش نداشت و اینا تونستن با کودتا شاه رو منصوب کنن به اریکه دیکتاتوری. ولی امروز مجاهدین هستن با تشکیلات منسجم، با فداکاری تمام عیار، شورا این دیرپاترین ائتلاف رهبری و قدرتی که الان داریم، با این قدرت در سراسر دنیا به هر صورت و ایران و در داخل ایران محاله که بشه دور زد و از بالا سر رفت. این رو باید به اونا گفت. بنابراین من میگم پیش به سوی جمهوری دموکراتیک، سلام بر آزادی، درود بر مسعود که از اول گفت سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی. با تشکر از آقای اسماعیل‌زاده روشنگ، یک جمله گفتیم میخواییم صحبت کنیم؟ بله بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که تا
تخصص خواهر مریم ششوندن موفقیت از دل نابسامانی ها. و این بار هم فقط من خواستم یک کلمه رو بگم که این کهکشان امسال هم مثل همه ای سالها با زحماتی که شما خودتون شخصا همه جا رو حواستون بود به این موفقیت رسونده و تنها کلمه ای که میمونه بگم برای ختم حرفم اینه که واقعا زنده باد مریم. با تشکر از مهندس. درود بر شما و همه اعضای این مقاومت و همه دستان در کارم. بله. آقای پاک‌نژاد بفرمایید. با احترام خدمت شما خانم رجوی و حضار محترم، درود میفرستم به جوانان شورشی و دختران و پسران انقلابی دربند و دست مریزاد و تبریک به خونسا کنندگان توطئه‌های اخیر استعمار و ارتجاع بر علیه مقاومت ایران و درود به خالقان کهکشان امسال. در زمانی که تغییر دموکراتیک در ایران در حال رقم خوردن است، بخش قابل توجهی از سیاست‌های جاری بین المللی عمدتاً در جهت خلاف خواستای مردم حرکت می‌کند، علی‌رغم لفاظی‌های گوشخراش در محکوم کردن اعمال سرکوبگرانه رژیم آخوندها. حامیان استعمار بهتره بگم حامیان استعمارگر رژیم خوب میدونن که در نبود یک آلترناتیو مورد تایید خودشون که سرسپردگی خصلت عمده اون باشه، باید این رژیم سرکوبگر رو کمک کنن تا انقلاب مردم و تغییر دموکراتیک رو مانع بشن. در ماهای گذشته با پیشرفت سریع قیام و انقلاب دموکراتیک، بچه شاه رو دست در دست رژیم به عنوان راه حل علم کردند و سعی کردند قیام رو به انحراف بکشونند. اونها آگاهانه برای اجتناب از یک تغییر انقلابی و دموکراتیک، بعد از شکست پروژه بچه شاه هم با مذاکره با رژیم تا توطئه و تبلیغات شرم‌آور بر علیه مقاومت سازمان یافته مردم ایران، همه سعی خودشون رو در عادی نشان دادن شرایط و بازگشت به قبل از قیام جاری به کار گرفتند که البته با وجود وضعیت انقلابی و ابزارهای سرنگونی در داخل کشور و به طور خاص فداکاری نیروهای انقلابی و جوانان شورشی در مقابله با تلاش اونها، تا الان کاری از پیش نبردند و انقلاب همچنان جاری است. حاصل این دوره از مبارزات انقلابی مردم شکل گرفتن بالفعل جبهه خلق مرکب از نیروها و جریانات ضد استبداد و وابستگی است که ابعاد خود را گسترش میده. ما در این روزا شاهد یک همبستگی ملی کم سابقه در حمایت از آزادی بیان و حضور مبارزاتی مجاهدین و شورای ملی مقاومت در طی حملات و محدودیت‌های اخیر استعمار و ارتجاع بودیم که توسط بسیاری از شخصیت‌ها و سازمان‌ها و جریانات سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج کشور و طور خاص در خارج کشور صورت گرفت و جبهه پرزرق و برق اما پوشالی ارتجاع و استعمار رو سر جای خود نشان. مسلماً عملکرد اصولی و متحد این جبهه تا جایی که حاکمیت مردم در محور خواستهای قیام باشه باعث غلبه بر ارتجاع و استعمار خواهد بود. برای حفظ این ارزشی که با فداکاری و جانفشانی زنان و جوانان انقلابی با پرداخت بالاترین بها به وجود اومده،
به عنوان یک ضرورت توجه فعالان سیاسی رو، فعالان سیاسی در جبهه مردم رو به این نکته جلب میکنم که حاصل و چکیده این همه مبارزه و فداکاری همان نگفتن به شیخ و شاست، یعنی استبداد از یک طرف و سرسپردگی به قدرت‌های خارجی در سمت دیگه، که باید در همه جا اون رو فریاد زد. شورای ملی مقاومت ایران با برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی که بر آزادی در همه ابعاد و عدالت اجتماعی و برابری زن و مرد و جدایی دین و دولت استواره و حمایت بین‌المللی و داخلی قابل توجهی رو جلب کرده، این دو مانع رو از سر راه خود برداشته و در جهت برقراری یک جمهوری دموکراتیک گام برمی‌داره. به نظر من برای رسیدن به پیروزی جریانات مبارز ایرانی باید به این واقعیت توجه ویژه داشته باشند و از این برنامه مترقی، دموکراتیک و پیشرفته در این مرحله از انقلاب دموکراتیک حمایت کنند. متشکر از شما. با تشکر. آقای شمس بفرمایید. با عرض سلام و احترام به اعضای محترم شورای ملی مقاومت و با عرض ادب خدمت شما خانم رجوی که سرمایه بسیار گرانبهای مقاومت سرفرازمان هستید و با درود به اختران شبکوب آزادی در کانونهای شورشی در داخل میهن عزیزمان و رزمندگان روینتن ارتش آزادی، اول از همه من محمد شمس مایلم با استفاده از این تریبون با قاطعیت اعلام کنم که امروز بیش از همیشه به شکست ناپذیر بودن سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران و آلترناتیو متحد و پایدار شورای ملی مقاومت ایمان آوردم. بیش از پیش به یقین رسیدم که نسل آرمانی تربیت شده توسط مسعود در مسیر مبارزه خود برای سرنگونی این رژیم ضد بشری و ضد ارزش‌های انسانی قدرت و توان از میان برداشتن و جارو کردن هر مانع و خاکریزی را از پیش پای خود دارد. این حقیقتی است که من در طول نزدیک به 4 دهه همکاری نزدیکم با این مقاومت و تأثیرپذیری از خلق حماسه‌های بی‌نظیر مجاهدین در پهنه‌های نبرد 40 اندیساله‌شان به آن رسیدم. ممکن کردن غیر ممکن‌ها در صحنه‌های نبرد و تبدیل فتنه‌های رنگارنگ دشمنان قسم خورده مردم ایران به پیروزی‌های غرورآفرین تنها بخشی از توانمندی‌های سازمان مجاهدین و مقاومت سازمان یافته است که امروزه همه ما افتخار حضور در آن را داریم. برگزاری تظاهرات با شکوه در پاریس با وجود همه توطئه‌ها و کارشکنی‌ها و حضور 10,000 نفر در حمایت از مقاومت ایران که میدان بزرگ وبان و خیابان‌های اطراف را پر کرده بودند، یک نمونه درخشان از ممکن کردن غیر ممکن هاست که چشم‌ها را خیره کرده بود. جمعیت آنقدر خیره کننده بود که قابل شمارش نبود. اینها صرفاً گوشه‌هایی از واقعیت امکان‌ناپذیری است که روزهای سرنگونی این رژیم پابگور را در مقابل چشمان وحشت‌زده ولی فقیه به تصویر کشیده است. جنایتکار اعظم علی خامنه‌ای برای دلداری دادن به ساکنان کاروان جهل و جنایتش به طور مرتب از نابود شدن مجاهدین و رهبریش سخن می‌راند. اما بیچاره در این 30 و چند سال زمامداری ننگینش همواره با این سوال مواجه بوده که اگر از مجاهدین و پایگاه اجتماعی و تشکیلات وسیع و پویایشان هراسی در دل نداری، پس چرا دراز کردن کاسه های گداییت به سوی کسانی که عمریست برایشان کرکری میخوانی
برای محدود کردن فعالیت‌های مجاهدین و شورای ملی مقاومت از سوی آنان بهره چیست؟ این همه سرمایه‌گذاری سیاسی و مالی و گدایی از اینان برای سایه انداختن بر نام پردرخشش خورشید مقاومتمان خانم مریم رجوی از بهره چیست؟ آیا ترجمه همه این اعمال مذبوحانه و بزدلانه وحشتتان از سرنگونی به دست مقاومت قدرتمند نیست؟ در خاتمه باید به عده‌ای محدود که همراه با رژیم ضد مردمی و ضد ایرانی آخوندهای حاکم از اجرای طرح‌های مشترک آخوندها و مماشاتگران بیگانه بر علیه مجاهدین و شورا ابراز شادمانی می‌کنند، به نوبه خود خاطر نشان کنم که آب بر هاون می‌کوبید، چون با این مقاومت شکست ناپذیر و مردم شریف و به پاخواسته کشور عزیزمان عکس بت خدای دیگری در ماه یا زیر درخت سیب، دوره تاج و عهد چکمه و مهمیز دیگر نخواهد شد. جسارتاً می‌خواستم به طور ویژه از شما خانم رجوی تشکر کنم که در اوج مسئولیت‌هایتان همیشه مشوق فعالیت‌های فرهنگی مقاومت و ارائه آن در سطوحی ارزشمند بودید. به خصوص تأکیدات و توجهات خاص شما را به ثمر رسیدن اثر طوفان پیروزی هرگز فراموش نخواهم کرد. با درود به فرمانده افشین، با روح بزرگوارش و با سپاس از شما. باید اینجا من یه نکته رو یادآور بشم که از طرف مقاومت ایران و هنرمندان مقاومت یک نکته ای که خیلی مهم بود این که ما یک پیام بسیار ویژه به هنرمندانی که به هر نوع با رژیم جمهوری اسلامی دست دادن یک نشانه بدیم، و اون هم سونامی عظیم هنری بود که براشون فرستادیم. مرسی، خیلی ممنون. من هم خواستم اینجا استفاده کنم تشکر کنم از آقای شمس، واقعا شاهکار عظیمی بود این اپراتی که اجرا کردیم، کار بیوقفه، متمرکز، پرتلاش، همراه سایر هنرمندان شورا، آقای طاهرزاده، خانم گیسوی عزیز و بقیه. ولی واقعا دستتون درد نکنه از اون کارهایی بود که هم که گفتین، واقعا سونامی بود که پیامش اول از همه رژیم گرفت، بعدش هم بقیه، که وقتی که لشکر و گردانهای هنرمندان شورا وارد میشه دیگه باید بقیه حساب کار خودشون بکنن. درود بر شما. از بیان با
بهمن تاج افکنم خرداد هر دم در کمین فصل پایان بخش استبدادم ای ایران زمین پرچم افرازان من شیراهن آتش دختران یک وطن آزادگی را سرخ نشابور رود سر و سر نیزه قرن وحشت وزیدن چنگیز تکرار نخواهد شد عهد چکمه و مهمیز تکرار نخواهد شد نخواهد شد پایان شماییم ماییم سرپنجه در انداز به میدان شماییم ماییم شورشگر کوکتل به کف خشم خیابان بازوی برانداز شتابان شماییم
آنیم که از سرخی ممنون نترسن در معرک بارود به دندان شمایی کس باج نداده امام به شیخان به شهان تاج نداده این آبی عمان خزر بر تن اطلس سردار